خیلی چیزا رو میگم. امشب می‌خوایم تو رمخال ببینیم. تو یادتون خیلی مثلا من دفعه قبل که اینا این شوره رو میدادم پرزیدنت ریگن چیز آمریکا بود. رئیس جمهور بود اونجا تو ایتواز نیوز که خودش و خانمش خیلی نگاه میکردن تو هوروسکوپ و ببینن هوروسکوپ چی میگه و از این حرف. So we want to tonight یه چند کلمه صحبت کنیم ببینیم که what is the Torah's view راجب ستاره ها و مزل و اینجور چیزا. So رمخان میفهمند اینه به ارنو به خیلی کرشون شد کل اینه نگش میگیم شرشامون با خود نمیدانیم. ما تو فصلهای قبلی این کتاب مقدس دیدیم که هر اتفاقی که تو این دنیای ملموس رخ میده ریشه هاش توی عوالم معنوی spiritual world. یادتونه گفتیم مقابش ملکون دنیا را وقتی نمیشته برشید برای رکیم تشنامه و تا آرز یعنی مقابش ملکون دو تا دنیا آفرید، یک دنیای ملموس و یک دنیای غیر ملموس، یک دنیای روحانی. و هر چیزی که یادتونه گفتیم حتی هر علف، هر گل، هر حیوان، هر آدم، هر چیزی که توی دنیا هست یک به اصطلاح ملاخ یه فرشته است، یه چی بذاریم یه چیز یک پرانه چیزه به موازاتش موجودات روحانی هستن که چیزه اینو کنترل میکنن. توی بیماره میفهماید حتی مثلا یه علفی هم که سبز میشه یه ملاخ داره، ملاخ میزنه تو سرش میگه یالا گرو کن گرو کن right. پس گفتیم به خلا درخیم چی درخیم و اخر کخ درخیم لعتک ولی مشخ لگش میدود. گفتیم مثلا تو ایران میگفتن قدیما میگفتن همش دیده سر انگلیسی هاست، انگلیسی ها اونجا دستور میدن فلان میکنن اینجا اتفاقات صورت میگیره. یه آقای حسن روزم برداخته من تو خیابون میگیره میگه همش انگلیسی ها، انقلاب تو ایران همش انگلیسی ها بوده، انگلیسی ها اومد و سفیر همش دیده سر اوناست. کار انگلیسی اینجا هم همش از اون بالا شد میشه، اون بالا به صدا گذرات خوب تو شمایم تو آسمون به صدا تعیین میشن تو عوالم روحانی و بعدن اون برنامه ها پیاده میشه تو این دنیا. و هینه لطرخ زه هخنوه گلگلین و کخوه هم شباه هم و به سیووه هم نمشخیم من اتاکیم کروتا ما اینگلین رد را گشمی پل مطر و امدیم پو به صورها رو بیا. رمخال میفهمید که انقدر ستاره ها من یه کجا بایم توی داشتم رفتم اسرائیل یا نیویورک یه نفر داشت یکی از این من چخت این چیزاشو نمیرم توی تلویزیون هم اینا که هست ولی یکی داشت چیز میکرد یک دنیایی بود میدارم یکی از این وبسایت ها amazing داشت نشون میداد ستاره ها و چیزایی که it's amazing یه وبسایت بود کاش از روشن چیز کرده بودم. انقدر میدونین بیلیون ها بیلیون ها گلکسی ها و ستاره ها اینا این همه شو واسه چی کرییت کرده. رمخال میفهمید که اینا همه اینها ستاره هایی که هست اینا به اصطلاح اون چیزی هست که حوادش برو خوب برنامه هایی که تو این دنیا یعنی بیشک زمین مرکز آفرینش، زمین مرکز آفرینش و این ستاره ها رمخال میفهمید که حوادش برو خوب اتفاقاتی که تو این دنیا باید تو این دنیای ملموس رخ بده بعد از اون که تصمیمات گرفته شد اینها منعکس میشه تو حالت ستاره ها. انقدر من این بیلیون ها بیلیون ها نمیدونم چقدر ستاره وجود داره رمخال میگه که این ستاره ها هر کدومشون یک رولی تو این دنیا دارن. اگه داریم میگیم جدن هر دونه علف هر گیاه یک ستاره داره، یک ملاخ داره so then you know واسه این انقدر ستاره وجود داره همه ستاره ها همه شون لعنی ها چیده این دنیا است. بیدین من یه راوی داشتم خدا بیا مرزد شراف سویکی تو پدرش چقدر کتاب نمیشته Book of our Heritage
به انگلیسی ترجمه شده، اینا پدر رو به معنی نمی‌شناسم، نمی‌شناختم. این بعداً با یه نفر اومده بود آمریکا، نه دو تا آمریکا هم دیدمش بود. تو اسرائیل رو این تو ایران رو به من بود، خدا بیامرزتش. تو ایران بود سراتورا می‌دونی چیز کرده بود، این از سخنوت معلم فرستادن ایران. این اومد سال 65 به ما گیمارا درس میده تو تهران. کی عرب موری و ربی عرب چوی کیتو زخیل سدی باشه بود. اسرائیلی بود. از اسرائیلی ماده بود ایران درس میده به ما. تو مرزی کنید تو کنید کتاب تورانی کرده تونه شما؟ تورانی بله. تورانی ما کتاب تورانی با ما شروع شد. این مؤسسش بود. و در این آخرین دفعه که من دیدمش، من ماده بودم آمریکا اوردی. این ماده بود آمریکا. و یه نفر اومده بود جو مصاحبه کرده بود، یکی از که تو همین چیز ستاره اینا بود، بعد این یه کتاب نوشته بود و ثابت کرده بود تو این کتابه، این هم اسمی خوبی هم داشت، تو نیویورک زندگی میکرد، رفته بود مصاحبه کرده بود که این ثابت کرده بود که وقتی که فقودش بخون سر از مصر آورد بیرون 3000 و چقدر 300 و چقدر 300 و همون وقتی که مثلا قریعتی همسوف و اینا صورت گرفته، یک فعل و انفعالات خیلی غیر معمول تو حالت ستاره ها بوده. این دقیقا چیزی که تو گمارا میگه. تو گمارا میگه که عقلش برخو وقتی بخواست مثلا قریعتی همسوف بکنه چیکار کرد؟ اومد یه ستاره یه جا به جاش کرد. یعنی جدا از نظر علمی ثابت شده که دقیقا همون سالی که وقتی سر از مصر خارج شدن اینا که تو چیز اینا ستاره نستن که اون وقت یک فعل و انفعالات سماوی غیر طبیعی غیر معمول صورت گرفت. سو این همش که جدن اتفاقات که اینجا میفته که لمخان میفرماید اینا همش منعکس میشه تو ستاره ها. لمخان میفرماید سوف امدیم پا به تو راه رو بودی و اونا مینیانه که خواهیم اومده به کتره هم منعکس میشه تو ستاره از هیدن منعکس میشه بعد اینجا منعکس میشه به این ابراهامون از کجا میدونست که بچه دار نمیشه؟ ستاره های که آره یعنی مثلا نگاه اینه این نجوم اینه که مثلا ابراهامون میدونست که مثلا ستاره خودش تو اینقدر بیلیون ها ستاره ستاره ابراهام کدومه؟ it goes very deep. ببینیم چرا به عبری چریتی میشه صداقا؟ ما قبلا روش صحبت کردیم. صدق اسم یک ستاره است که از این چیزهای شمسی اسمش صدق معمول. وقتی که ما صداقا میدیم ما این ستاره رو جابجاش میکنیم و این میگه مثلا میگن صداقا تنسی نیما به میگن صداقا از مرگ نابهنگام نجات میده. چجوری؟ گزرا رو تو شما هم عوض میکنه. وقتی گزرا اون تکلیفی که باید تو این دنیا تو شما این معین میشه این منعکس میشه تو حالت ستاره. I don't ask me, I don't understand anything about it. ولی اینه که چیز مثلا ابراهامون بلد بود. ابراهامون نگاه میکنه میره آقا من دارم میبینم تو مزال من که تو این ستاره هست من بچه دار نمیشم. هاشم بهش گفت نه من اسمتو عوض میکنم ابراهام شد ابراهام این اون حالت ستاره عوض شد بچه دار. Right. This is what Ramchal is saying. مثلا صداقا اینه. نقوبالی میگن که صداقا that's what صداقا does. وقتی ما اینجا صداقا میدیم چیکار میکنیم؟ حالت دور از همه. مثلا میرم توی سر کسی شده میرم پیدیون میکنن. میرم شو نقوبالی میرم پول زیاد میگیرم میگن مثل پنج شب شبات. خیلی مثل نقوبالی دور از همه این گزران چیز میرن پیدیون آره مردخر شهران مرتب میکنه میتونه داستانش هست الان هم هستن مقوبالی پیدیون نفش میکنن دور از همه هیچ کس احتیاج نداشته باشه. چیکار میکنن؟ صداقا اینه که میدن تیپیلا که بخونن این چیزا عوض میشه. این حالت ستاره عوض میشه مزار عوض میشه. تو با ماشین من که در داستان بهتون میگه داستانش وقت گفتم صداقا نه هر وقتش میدنم. اوکی اینا حالا اجازه بدید سود هایو که فیلم شو رفته خخمه دیونه هیو تارا و هینه نشبار میره که خوابیم که خب دیگه اومده اتسامیم رای حالا اینجا ربخار میفهمید که ببین این ستاره ها از یک طرف به ما که خب دیگه میدن رای میفهمید که اینجا چجور ترجمه کرده حالا کپلن the ability of all
terrestrial things to exist is influenced by their respective stars. یعنی میدونین وقتی میگم مثلا چی؟ مثلا یک کسی که اولام میره یک ستاره از بین میره. یعنی قیوم زندگی این شخص شریک که مثلا گفتم ابن ازرا میگه که اوید آدم عنی نولد به نیک و خواب میگه باید با آدم بینوایی که بدون ستاره متولد شده داره مثل میزنه اینجا. یعنی این ستاره ها دو تا به صدا چیز داره، یکی خیوت میده به صدا حیات میده کوخ قیوم، ولی همینطورم اتفاقاتی که روی این شخص میفته منعکس میشه تو حالت ستاره. So two things این ستاره ها combinationشه constellationشه I don't know anything about it, right? So اینا این ستاره ها رو خواهد میفهمید دو تا رول دارن. اولا این ستاره هست که به درست یعنی اقا دوشمار خوب برنامه ای که تو زندگی من و شما باید اتفاق بیفته را منعکس میکنه تو ستاره هایی که ستاره های ما هستن، که این ستاره به ما به صدا نور حیات از اونجاست که به خاطر همش دست خودش برخو هن دونگه دیچون ولی همینطور هم اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته اینا یه جوری منعکس شده تو ستاره رب خواهر میفهمه یه یکی کوه خدیون و یکی هم که چی میکره یه اگرش ها میمسکه اینجا شاید منظور اینه که اتفاقاتی که دست ما میفته خارج از کنترل ماست و بعد قدیم خوب چون یه سی میدونه حرف از اجازه بدین بیانم دانیت ببینین واسه اسرائیل همه اینا قابل تغییر ببینین واسه اسرائیل وقتی میگن این مزال اسرائیل آره یه برنامه تو ستاره هست قسمت ولی اسرائیل هم میتونن عوضش بکنن همونطور که ابراهام آوینو جدن مزالش این بود که بچه دار نشه ولی ابراهام شما ببین ابراهام تو بقیه فرق میکنی تو اسرائیلی اسرائیل مزال نداره منظور این که یه چیزی هست که چون تصورش مشکله تجسم دادن تو ستاره برای ستاره که یه فیزیکی رو دقیقاً یه ستاره چیز فیزیکی ولی دیست زود رب خالصه میگه هوا دشمار و خوب اون تصمیمات روحانی و اسپریچوالا چجوری تو این دنیای به سر ملموس پیاده میکنه اول اینا منعکسش میکنه تو ستاره ها و بعداً به سر انرژی این ستاره هاست که زندگی ما رو کنترل میکنه ولی همونش که عرض شد برای اسرائیل ها این همش قابل تغییره. وقتی ما صدقه میدیم چیکار میکنیم؟ ستاره رو عوض بود. حالت ستاره رو عوض بود. منظور من این بود که یه منبعی هست که برای که تصور به تصور آدم بیاد تجسم دادن تو خود ستاره. نه اینکه خود ستاره چیزی باشه که فیزیکش هست تو آسمان. نه. فیزیک ستاره هست. فیزیک ستاره هست. That's what I'm خالی saying. Right. هست. مرسی. Thank you. سو اخره شخون ملی مشکل دیم مرتب به اتاق سوراش ترکیم دیگرود لند درخ مشال درخ مشال مثلا ها خاییم ها اوشه زندگی حیات اوشه ثروت تفلک ابنزرا فاز این ستاراش داره که فقر داشت میگن مزال اینا به مزال بس گیرم مزال یعنی چی؟ کلمه مزال یا منزال مزال چیه؟ نزل یعنی جریب میکنه از بالا هر چیزی وجود داره ولی دو مرتبه تأکید میکنم ولی به دوات خود ربخال میگه ولی نمش قابل تغییر دادم نگه آقا من مزالم همینه that's it that's it I can't do anything نه این واسه اگر هم چیکار نکنه است اون اتفاقی که تو ستاره ها منعکس شده اون گزرائه قبل از اونی که ما تغییراتی به وجود بیاریم اگه ما هیچ کار نکنیم دیزی باز کنه ولی تفیلا، صدقا، تشوبا اینا میتونن معاورین اتروه هرگزه را اینا چیزهایی که میتونه تمام این چیزها را دگرگون و واژگون بکنه یه نظر چیزه مثلا ربخال چی میگه؟ درخ مشال ها خاییم، ها اوشل، ها خخما، ها زیره
بچه دار شدن چند برقا بچه به کیوتسه کل اله این یعنی مخنیم لمالا بشورشی right? Thus for example life, wealth, wisdom, children and similar matters are all initiated on high among the roots. اینا ریشه هاست. تمام اینا تو این ریشه ها تو ستاره ها ریشه ایجاد ستاره ها ریشه ها نکنه چون از این ریشه هستی شاخ و برگ سبز میشه. So when اتامیم لمتا با انافین با تورا رویا علیده هکوخاو right. So what have branches of the roots in the appropriate form through a particular star right. سپس بنابراین و به قیموتی میوخدیم شهو قبول لهم و سیبوویم یه دوریم سرام خال چی داره به ما میگه؟ میگه ببینین مرتب ببینین اتفاقات که تو زندگی برای ما میفته اینه قبلا دیدیم باعثش که ما خودمون هستیم We pull the strings اتفاقات که تو زندگی ما میفته سرنخ دست خودمونه از ماست حالا ما یا این دفعه که تو این دنیا هستیم یا دفعه قبل که بعضی وقتا رو گیلگوری نبسته داشته باشه We are the ones that pull the strings ولی خلاصه رفتار ما دو مرتبه چه رفتار ما تو این گیلگول یا گیلگوری قبلی میره به شما Heavenly courts اون محکمه های الهی نسبت به کار رفتار ما یک تصمیماتی برای ما میگیرن و این تصمیمات که بهشون میگن گزروت که شاید گزروت توبوت باشه اینها منعکس میشه تو حالت ستاره اوکی؟ و میفرماید و نتپلگو بینه هم کلا میکری مکلی میتا گشمی دو بینه هم و هینه نشتعبدو لزه هسدر کل بنه آدم گم کن و میفرماید Every human being is also subjugated to this system هر انسانی چه ایسای چه بوییم تحت انفلوئنس تحت تأثیر این حالات ستاره هاست اگر مثلا تسونامی میاد تو اندونزی یا این چیز میشه اینه تمامش توی ستاره ها منعکس شده بوده الان هم این هم پیشبینی های این اسمایی میگن مثلا don't follow this kind of thing هم چیزی که پیش‌بینی کردن اینجوری میشه اونجوری میشه فلان سال این و اینا میشه چجوری پیش‌بینی میکنن اینا هم هرش از این از حالت ستاره هست از ستاره ها خیلی چیزها رو میشه فهمید چون رمخال داره میگه It's all there رمخال داره میگه که دو مرتبه داره چی میگه به این نشتعبدو لذه هسته کل بنه آدم گم کن دو مرتبه Every human being is also subjugated to this system هر انسانی این سیستمش اتفاقاتی که بعد ازش بیفته مثل این استرولوژی مثلا نگم تو خیلی از روزنامه ها داره right? چه روزی متولد شدی چه هفته این هفته اینجوری خواهد بود من توی اسرائیل یادم من دانشجو بودم مرتب تو همه روزنامه هر روز اینا چه چیزی هستی نمیدونم چه برجی هستی چه روزی این هفته This is what kind of week you're going to have. And you see, if they know what you're talking about, they are accurate. ولی اینه قابل تغییره. این اگه a person doesn't do anything. اگه دن این تغییره این اون چیزی که تو ستاره هست یه واسه یک آدمیه که الان چه حالتی داشته تو شما ازش تصمیم گرفتن. ولی وقتی آدم تشوبا بکنه وقتی آدم تفیلا میخونه وقتی دم صداقا میده این تو تمام اینا رو عوض تو روزنامه نوشتن منبعش مثلا چیه؟ کیه؟ ستاره هست این که تو هر روزنامه فارسی انگلیسی باز کنید اینا حالا ببینه اینا منظور که به اینا چرندیات نیست ولی یک اسرائیل نباید به چیده نگاه بکنه چرا؟ چون اسرائیل بالاتر از مزداره اینایی که سرشون شاید بهشون چرندیات نیستن I don't know ولی there is such a thing is astrology ابراهاموینو بلد بود و نگاه میکرد بود چی میبنم میگه بچه دار میشم من بچه دار نمیشم من تو ستاره ها نگاه کردم من بچه دار نمیشم هرچند بهش گفت ویوتسه تو توره نوشته میشه ویوتسه و تو اخوتسه
که اولش رو خواه ابراهامو بردش بیرون. رشد میگه کجا بردش بیرون؟ میگه هشم به ابراهام گفت خارج شو از تمام این علم، نمیدونم استرولوژی و چیز رو اینا، نمیدونم ستاره شناسی و اینا. این واسه کسای دیگه است. تو رو من انتخاب کردم، تو میتونی همه اینا رو عوض بکنی. برای کسی مثل ابراهام نداره چه برای اینا کنی چیزا نیستن تو روزنامه آدم های پرزیدنت ریگن با آدم خرفتی بود تو کی؟ ریگن، رونالد ریگن مرتب نگاه میکرد کسی که خرافاتی بوده. ها؟ خرافاتی بوده. این در تو تبسی این خرافات نیست. این دو مرتبه این برای من و شما چیز مطرح چیز نیست. یعنی خرافات از یه طرف میگم منظور ندارم، از یه طرف میگم هست. مثل اینه که من میگم گوشت خوب کار میشه خورد؟ نمیشه. نه نه مریض شده نیست. ببینین آقای سعید اجازه ببینین روز کیپور اجازه بدین اصلا توجیهش رو ببینین روز کیپور ما که من نمیگیم گزرا واسه ما تعیین شده، اگر میگیم روز کیپور نید اینجا ما نه این ایتس معنوی طرفی ببین ایتس نه با ایتس فیزیکی که تو آسمون این معنویه یه چیز فیزیکی میره معنوی تو عوض کنه. من میگم دستم هم حالا اجازه بدید براتون بگم رضا خیلی من هر وقت بذار من فقط دو دقیقه دیگه من برخاش کنم بعدا رایت سو رمخان میفهمید که اینجا میشته به دول زه صدر کل بنی آدم گم کنه همه انسان ها سرنوشتشون تو این ستاره منعکس شده. لید خدش با هم که باشه ماشه کوار افشارش تروتل تول علا منتها چیزی که هست قدرتی هست که میتونه همین برنامه رو به هم بریزه. این نه عقدش بارو خوب این اون میله و دو رایت و کوه خزاق دیون و علی سودزه هم رو این مزار اسرائیل اینه که خخامیم تو گماره میگن اسرائیل مزال ندارن. یعنی چی؟ نه که اینا چرندیاته، اینا امته، منطقه این سیلا میتونن عوضش بکنن که کوخ گزراتو ایت بارخ شما وش باعتو گوبره لکوخ هم تو وش باعتو همه را خب. یعنی انرژی که تو این ستاره هست اینو ما میتونیم با قدرت میستورا میسود تشوا صداقا معصیم توفیم چکار بکنیم؟ همین رو به هم بزنیم، عوضش متیه تولادل فی اشباهن یا نه به امنام میشونی اشباه از بود چرا که خواهدیم گمه هم مقبالیم ولی تو باید بدونیم این هم چیزی که هم که منعکس میشه تو ستاره ها ابسولوت نیست. حتی اگر ما تو شما هم نکنیم این چیزی نیست که سیستم که رد خورد به سنه چیز نداشته میشه که گفت پروف باشه گمه هم مقبالیم که ماشه گازره خواهدیم یا نه مقتصد میدرخیان رو دهیم نفیس دره هم واسه مثلا فرض کنیم تو ناوی میفرماید right. تو ناوی توی شعیا میگه خداوند توسط ناوی به اسرائیل میگه نیلعتا که رو اتساتخا یعمدونا و یوشیوخا حوری شمایم هخوزیم به کخوین چی مدیعیم لخداشین معشر یاو علیخا right. اینه چی میگه ناوی؟ میگه ببین این کسایی که به سلا ستاره آتی رو میکنن اینا خیلی چیز اینا بدون اینا خیلی چیز سرشون میشه ولی اینا که ما رو میفهمند معشر و لا خلشر این خیلی مهمه معشر اینها معشر سمف اینا یه چیزایی که ممکن اتفاق بیده یه چیزه نه به صورت کامل یه چیزایی هست که اینا جدا میتونن بفهمن حوره شمعیم که ناوی صحبت میکنه جدا همین کسایی که استرولوژی اینا بلد هستن اینا که وارد باشن به این علم خیلی چیزا رو میتونن بدونن. It doesn't mean they're all right. Right. خیلی ممکن اصلا چند. ولی مهمترین چیز که رمخال داره میگه چیه؟ میگه آره astrology is a myth. همچنین دیدید حقوقش برخون اتفاقی قرار تو دنیا بیفته را منعکس میکنه تو حالت ستاره هم. ولی اولا اون چیزی که منعکس میشه کامل نیست. ثانیا و چیز مهمتر از اون هم چه گفتیم اسرائیل ها مزال ندارن همون چکلی رمخال از دیمار و شبات میاره این مزال لیسرائیل برای اسرائیل ها مزال وجود نداره واسه همین خخامه میگن افیلو خرف خدا حتی اگه شمشیر تیزم رو گردن کسی باشه هیچ وقت خدا نباید معیوس بشه چرا چون میتونیم مزال رو عوض بکنیم ما میتونیم مزال رو عوض بکنیم سرنوشت رو عوض بکنیم با چی؟
با تورا، با تشووا، با صدقا، آقای ازرا هم مثلا تو این داستان داره. به خاطر همه میگن منظرتو در هر موردی. بله بله سیمان بله بفرم. 22 بهمن 1357 انقلاب اسلامی پیروز شد. یکی دو سال بعدش من که دانشجوی دانشگاه پهلوی مراجع بودم 22 بهمن 16 سال بیشتره تا چند سال 22 بهمن یه بی ام دبلیو آخرین سیستم هم زیر پاد بود. پنجشنبه 22 بهمن افتاده بود. بعد دو تا از دوستان من به نام بهمن و فرزاد اومد در خونه ما رو در زد 10:30 صبح. مادرم در رو باز کرد گفت مهداد، اسم فارسی مهداده، بالا خوابیده به بیدارش کنی. اینا اومدن تو دارم من رو بیدار کرد گفتن چه خوابیدی یه جای باش سوله یک ساعت و نیمی شیراز به نام یعنی اون وقتا هانه سفیله نمیخونده نه؟ چه ساعتی خوابیده بودی؟ اگر شما بیسون نبودم گفتن که خدا ببخشه البته افتخار نمی کنم. بعد گفتن چه خامنه‌ای جای یک ساعت و نیمه شیراز بنام اردکان باز شده بوی ما میان برف بازی و اسکی و تیوب سر میخورن ایستادا خبر دادن ماشین تو راه بنداز با من با هم بریم. من دانشگاه که قبول شده بودم بابا برای جایزه بی ام دبلیو برام خریده بود، جایزه بی ام دبلیو خریده بود. بعد ما سوال این کنیم گفتم به خونه سر دهانی بده خودم به خونه من زور میام دنبالتون. 12:30 رفتم اینا رو پیکاپ کردم سوار ماشین شدیم که از شهر بریم بیرون. رسیدیم فلکه قصردش اون موقع آخر شیراز بود. اونجا شب دروسری مکولتا این خاربار فروشی ها باز بودن. 22 بهمن تعطیل عمومی بود. همه جا تعطیل بود. و چند مغازه خاربار فروشی و میوه فروشی اینا باز بود. دوستان بود اینجا نگه دار. ما یکم این میوه و آجیل و اینا بخریم. با خودمون ببریم. که تو را یه چیزی بخوریم. مثلا من میشینم تو ماشین. شما به هر چی میخواد بخرید اونجا من دبل پارک میکنم حواسم هست که تیکت نگیرم جریمه نشم شما به هر چی میخرید میخواید بدید بیاید. اینا رفتن اومدن همین که ما به موزیک گوش میکردیم شیشه هم بالا بود که پاس دارا نگیرنمون یه نفر زد به شیشه ما. ما نگاه کردیم به این میمنده این پیرمرد ژنده پوشیه توی دهاتی بود. از اونجا دهاتی ها میومدن دو تومن میدارن به اتوبوس میرفتن دهات های اطراف. پیرمرد دهاتی اومد و گفت که پول جمع پول این کرایه اتوبوسی کمک من کن. من نگاش کردم نگاشم نکردم گفتم دست کردم 20 تومن به این دادم تشکر کرد و رفت. دوستان بعد 10 دقیقه اومدن سوار شدیم رفتیم جاده اردکان فرصه بمانند. سرعتمون خیلی زیاد بود با موزیک آواز میخونیم ستاییمون جلو نشست عرقی هم داشت عرقه داشت. بعد سرعت رسید به 150 کیلومتر در ساعت داشتم مستقیم میرفتم جاده پیچید به طرف چپ. من با جاده نپیچیدم. بعد مستقیم رفتم به یه میله خوردم و افتادم تو دره بغل جاده. یه نفر راننده کامیون داشت ماشینش اون طرف تعمیر میکرد. بعدها برای ما گفت ماشین 5 تا ملخ خورد پایین رو زمین دام بالا میجردید دوباره پایین میاد پایین دره. تنها چیزی که بالا من یادم بره من دستم رو میکنم به فرمون گرفته بودم چشمام رو باز نمیتونستم نگه برم به اون خیلی ها مشرفه رو کمکمون کن مذهبی هم نبودم هیچی. پایین دره ماشین هفت سیدان رایستان گاز ازش میریز گفتم بعد تا فرار خلاصه توش تلی دستوری شو خلاصه بگم از اونجایی که خدا بگم یه صدا و تکسیر میماره هیچ کدوم از ما یه خراش هم بر نداشته بود. ماشین توتالی رک توتالی خراب و داغون شده بود این سراغا تکسیر میماره بودن امته باروخ بعدش به شما شده دیگه باروخ هست نگاه کنیم بیاره اینجا امشب چی خوندیم؟ قبل از که برم مسافرت تو ستاره ها منعکس شده بود که این تصادف باید بشه. زوهر عقادوش میگه وقتی عقادوش برای کسی دوست داره قبل از گزرا بیاره سرش فقیر میفرسته. عقادوش برای فقیره رو فرسته در بی ام دبلیو آقای ازرا خان. ازرا اومد به این صدقه داد وقتی صدقه داد این ستاره ها عوض بدن.